سلام عرض میکنم خدمت همه شما بیننده‌های عزیز، امیدوارم که سالم و صحتمند و تندرست باشید. آمدیم به گالری جعبه رنگی، جایی که یکی از بانوان جوان نقاش در ولایت هرات فعالیت میکنن و به سبک‌های مختلف نقاشی میکنن. از اونجایی که شما بارها شنیدیم که هرات را بانوان پایتخت فرهنگی افغانستان یاد میکنن و یکی از شهرهای فرهنگی هست و در حوزه هنر هم مانند خیلی از ولایت های دیگر اینجا هنرمندان بسیار فعالی هستند که کار میکنن و در حوزه های مختلف فعالیت میداشته باشن. امروز به سراغ یکی از هنرمندان حوزه نقاشی آمدیم که عملا با هم خواهیم دید که یک نقاشی چقدر زمان میگیره و چگونه ترسیم میشه. بیشتر با صحبت میکنیم با مسئول ای گالری. سلام، وقت شما بخیر. خوبه؟ سلامت باشه، معرفی داشته باشه؟ رؤوف شمس هستم، فارغ التحصیل از پنزه هنر زیبا، فعلا تقریبا 2 سال میشه که در این گالری کار میکنم. بسیار خوب. خانم شمس، در مورد ازی بگیم که چند سال میشه مجموعا کار هنری میکنیم و از بین تمام هنرها چرا نقاشی رو انتخاب کردیم؟ برای خودم تقریبا از سال 92 که فارغ پنزه هنر شامل پنزه اونا رو شدیم، شروع به کار کردیم تا فعلا که 3 سال میشه فارغ شدیم از پنزه اونا. سال 95 ما از پنزه اونا رو فارغ شدیم و فعلا هم در این گالری مصروف کار هنری هستم و علاقه زیادی داشتم. چون علاقه زیاد داشتم در قسمت هنر، من دوست داشتم که به این قسمت کار کنم و چیزی که یاد دارم به دیگران هم هم قسم بیاموزنم. بسیار خوب. و در این گالری که باز بعدن خواهیم دید نقاشی که خانم شمس کار کردن، شاگردم دارین، تدریس میکنین؟ بله، اینجا شاگردم داریم، تدریس میکنیم، اونا کار میکنیم. میزان علاقه مندی چگونه است؟ خوبه، خیلی زیاد نه. ما چون حالا یک جغرافیای در حال جنگ هستیم در افغانستان متاسفانه، جایگاه هنر چگونه است؟ کارهایی که شما بیشتر رو از اونها زحمت میکشیم، شبها شاید تا صبح بیدار باشیم نقاشی میکنیم، هزینه میکنیم که مطمئنا من فکر کنم بوم رنگا شما رنگایی که استفاده میکنیم قیمت ناخینه بالا باشه، چگونه استقبال و خریداری مردم؟ در سطح پایین، یعنی نمیتونم بگم در سطح بالایه. ما بیشتر کار میکنیم، تشویق از طرف مردم خوب میشه. ما نمایشگاهی که برگزار میکنیم در سطح ایراد، ما تقریبا تا حالی دو نمایشگاه برگزار کردیم، یک نمایشگاه پانتون بود، خوب بود، تشویق میشه. اما در قسمت فروش تابلو اندک، خیلی کم. خیلی کم. حمایت دولت هم فکر کنم کم. حمایت دولت که در کل هیچ. امیدواریم که حمایت بشن هنرمندای عزیز ما. خب خانم شمس، امروز میخوایم چی نقاشی رو بکشیم که ما ببینیم چگونه نقاشی میشه و این مراحل نقاشی کشیدن چگونه؟ خیلی فشرده اگه توضیح بدین. امروز میخوام یک نقاشی انتزاعی کار کنم، یا اما آبستره میگن که از رنگ ها، و خود نقاشی انتزاعی که است بیشتر از شکل های هندسی و از خود رنگ شکل فرم داده میشه. یعنی نمیخوایم یک از مثلا اشیا بی جان کار کنم یا مثلا چهره انسان کار کنیم دقیق باشه، و میخوام قسم یک نقاشی کار کنم از رنگ. بسیار. پس ما هم میشینیم و با بیننده های عزیز خود تماشا میکنیم که چگونه یک نقاشی ترسیم میشه. باشه، تشکر. Thank you.
بله دوستای عزیز، ظاهرا نقاشی خلاص شد و چقدر زیبا هست، مخصوصا این ترکیب رنگی که شما میبینیم، رنگ‌های مختلف، رنگ‌های مثل سرخ، مثل صورتی، مثل آبی آسمانی، مثل رنگ لاجوردی، سفید، زرد و ترکیب خیلی مقبولی که مطمئناً پیام خاصی میتونه داشته باشه. خب خانم شمس، خلاص شد، میشه یک توضیح بدیم در مورد نقاشی؟ خب نقاشی به نام آبستره یاد میشه یا انتزاعی میگن که هنرمند یعنی غیر مترقبه همچین حالت ها ایجاد میشه که هنرمند بعضی که تابلو خلاص میشه در رنگ هایی که مثلا در تابلو شکل هایی که ایجاد میشه قبلا به ذهنیت هنرمند نیه، فقط هنرمند در قسمت در رنگ میتونه اما هنگی داشته باشه با رنگ ها که چی رنگ های در تابلو استفاده میکنه یا مثلا چی حسی اما هنرمند داره که با چی رنگ های استفاده کنه در تابلو و من همین رنگ ها استفاده کردم. و علی چی سر بیان میکنه؟ به نظر من تابلو هر بیننده که میبینه فرق میکنه، به نظر من یک حس آرامش برام میده وقتی میبینم با فضا و بینایی که فضا از استفاده شده و داخل از رنگ هایی که استفاده شده. بسیار خوب، تشکر، خیلی ممنون، خیلی مقبول بود و با هم دیدیم که چقدر زحمت داره ساخت یک نقاشی، البته با سرعت زیادتر شما دیدین، ما مدت زیاد اینجی منتظر بودیم تا که به حال این نقاشی به اتمام رسید. چند تا کار رو هم از داخل گالری با هم تماشا میکنیم، از جمله سمای مولویه که مطمئناً کار خود شما هست، در مورد این توضیح بدیم چقدر زمان گرفت تا این نقاشی رو تکمیل کردیم و سبک کار از این چه هست؟ خب سبک رئال کار شده، رئال مدرن میتونیم خودی هم بگیم کار شده، تقریبا یک ماه طول کشید که متابعه هستم کنم. یک ماه طول کشیدی کار؟ البته وقفه ای کار میکنم. اگر بدون وقفه کار کنیم چقدر؟ بدون وقفه کار کنیم شاید یک هفته بیشتر طول میکنم. یک هفته، یعنی شب و روز 24 ساعت؟ 24 ساعت هم نده که تنها روز. استراحت هم باید داشته. استراحت هم باید داشته. بسیار خب، داخل گالری هم میریم با هم میبینیم دوستای عزیز، از گالری هم دیدن میکنیم سایر کارهایی که در داخل این نمایشگاه یا گالری موجود میباشه و کارهایی هست از این هنرمند جوان و هنرمند با استعداد که به هر حال روی از اینا کار کردن و میخواییم که بیایند با ما یک توضیح هم بدن در مورد کارهایی که در اینجی به نمایش گذاشته شده و به تصویر کشیده شده. چند کار رو میبینیم که به اینجی میباشه. در مورد از این کارها میشه بگین کار خیلی جالبی هست، تصویر یک خانم، کبوتر و پیام از این چی میتونه باشه؟ بیشتر خشونت علیه زنان نشون میده، یعنی به تک سرخ چشمای بستن و نمو سرخ نماد خشونته و خود خانم هم اون شکل نمو رنگ و سفید که داخل از استفاده شده اون شگفتی زنان نشون میده. امیدواریم دیگه خشونتی در کشور ما نباشه و همه خانم ها بتونن در یک فضای آرام و صلح‌آمیز زندگی بکنن و باز هم خشونت. و این کارم به خاطر شهدای کار کردم و قدم ها که مثلا در حالت پرخون کار شده، رنگ ها سرخ که بوده برای کار شده، همه پیام شهدا، روز شهدای هم هفته شهید نشان میده. بله که انوز ما نیروهای امنیتی ما در افغانستان برای حفاظت از نوامیس ملی و همچنان برای تمامیت ارضی و آرامشی که ما و شما داشته باشین خون خود را میرزن که درود میفرستیم به روح تمام شهدای نیروهای امنیتی و هنرمندان، حداقل یادآوری میکنم در آثاری که دارن در ولایت هرات و فکر میکنم خیلی میتونه ارزشمند باشه. پیشتر میریم و سبک کار شما هر چی میبینم خیلی متفاوت است با خیلی از سبکهای کارهای دیگری که صورت میگیره و به قول شما انتزاعی هست، ساخته ذهن خود مخاطب هست. گاهی وقتا دوستای عزیز اگر دقت کرده باشیم ما سعی میکنیم یک موضوع به تصویر بکشیم، یک چیزی که در تخیلات خود ما هست، ولی او کار خیلی سخت هست. دقیقا او کار رو نقاشا انجام میدن و خیلی هم قشنگ در میارن چیزهایی که ساخته ذهن خود انسان ها میباشه و اونا رو به تصویر میکشن. و در مورد این کارم میشه بگیم؟ این کارم بیشتر راجع به خانم های کار از گیتا خانم از سینتیا پانتومانه. خب به هر حال کار شما قابل ستایش و تقدیر هست و اینجا یکی از خواهرای دیگر هم در کنار ما هستن که با اونا آشنا میشیم. نام شما؟ به نام خدا حمید محمدی هم، یکی از شاگرده بینید همه شما سمید. چند سال سن داریم خانم محمدی؟ 18. دانشجویم یا مکتب میریم؟ نه تمام شد. مکتب خلاص شد؟ بله. بسیار خوب، کانکور دادیم؟ بله. قبول شده؟ آره تمام. بسیار خوب، کدام رشته؟ رشته خصوصی. مشکل نداره. در مورد از این بگیم که
خودجوش میایم نقاشی میآموزیم. حتما خیلی دوست داریم. بله خیلی، خودم استعداد رم دارم، علاقه رم دارم، چون بیشتر به عکس چهره بیشتر علاقه دارم و خودم دارم چهره کار میکنم. چند سال میشه تمرین میکنی؟ چند سال میشه، تقریبا 3 هفته میشه همدام چهره کار میکنم. مگر یک نقاشی هم از چهره بکشه؟ باشه، چشم. چهره مناسب است برای نقاشی؟ ها، تشکر از شما خارگیرم، انشاءالله موفق باشید. تشکر از شما باشید. ممنون. تشکر از شما دوستای عزیز که با ما همراه بودید. امروز آمدیم به یکی از گالری ها و با هم دیدیم که چگونه نقاشی میکشند و تصویرهای خیلی خوب و نقاشی خیلی خوبی هم در این گالری دیدیم. انشاءالله که زمینه حمایت از هنرمندان ما بیشتر بشه و بانوان هنرمندی که زحمت میکشند کار به بیرون میدن، دولت و از همه مهمتر اگه دولت حمایت نمیکنه، خودم و شما از هنرمندا حمایت بکنیم، کارهایی که به هر حال تولید میکنم خریداری بکنیم تا اینکه هنرمند ما بتونه سر پای خود ایستاد بشه و فعالیت های هنری هم همچنان باقی بمانه. و چون هنر جزء فرهنگ یک جامعه میباشه، جزء میراث های یک جامعه میباشه، جزء دستاورد های یک جامعه هست. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. تا برنامه بعد، خداحافظ و نگهدارتون.